اینجا روستای شیان قطعه از بهشت در بخش سیروان و در دل دهستان جاورود. دو سالی شرکت این روستا در تلالو تله سرخ خود نمایی میکنه و محلی شده برای برگزاری این گونه جشن ها و یه دوره همی از جنس صمیمیت. ما از همدان اومدیم و از طریق فضای مجازی متوجه شدیم که جشنواره توت فرنگی توی روستای شیان برگزار میشه. من از کرمان اومدم اینجا، به دعوت از دوستامونم اومدم. خیلی خوب بود. اینا جشنواره توت فرنگی بود، تا حالا ندیده بودم. ورودی جشنواره هم با برپایی نمایشگاهی از محصولات توت فرنگی و اجرای موسیقی فولکلور کردی جلوه زیبایی به اینجا بخشیده. در حال حاضر سالانه در حدود 800 تن توت فرنگی در روستا تولید میشه و به بازارهای سراسر کشور عرضه میشه. توت فرنگی در اینجا مهمترین محصول بوده و به شکرانه برداشت این نعمت همه گرد هم آمدند. این با توجه به خاص مردم روستا و فراهم آوردن حداقل امکانات، ما سعی میکنیم این جشنواره رو چه در روستای شیان که در سایر روستاهایی که مشارکت مردمی باشه حتما برگزار کنیم. سطح زیر کشت توت فرنگی در استان کردستان 4300 هکتاره. این توت فرنگی به استانهای همجوار و استانهای کل کشور صادر میشه و این تولید چیزی در حدود 230 میلیارد تومان آیدی برای کشاورزای ما داد. توت فرنگی کاران کردستانی این افتخار رو دارند که 85% توت فرنگی کشور رو تنها در 3000 هکتار از اراضی این استان تولید و صادر کنند. خیلی ها نمیشناسن منطقه ما رو و نمیدانن که ما چه ظرفیت هایی در حوزه گردشگری داریم که یکی بحث ثروت های تاریخی در کنارش تولیدات توت فرنگی هست. چون توت فرنگی کشور با توت فرنگی کردستان شناخته میشه. ارگانیک بودن، طعم و کیفیت بالا از جمله شاخصه هایی است که این محصول رو در کشور نام آشنا کرده. الناز بابایی، باشگاه خبرنگاران، سنندج.